نن نه دا خو د وطن کار دی، وطن په کار کې څومره خستاوي دغومره خوند کوي او ډېر د بهر ځای دی چې موږ دلته کار کوو، ډېر خوشحاله یم پکې ځکه چې د خپل وطن ته کار کوم، دا به زه ډېر خوشحاله کېږم. خیلی خوب. میریم به اون طرف که اونجا آب کانال خوشیپه چه رقم است؟ آیا از دریای آمو آب به این طرف جریان پیدا کرده یا نه؟ این را با شما شریک میسازیم و همچنان دروازه ها کارش به کجا رسیده؟ آب دریای آمو چه قسم است؟ این همه و همه را انشالله به شما به تصویر میکشیم. از کجا آمدین؟ از قلعه‌زل بگویم، از قریه خشتپه. خشتپه؟ از قریه خشتپه چند ساعت راه هست؟ در چی؟ در موترسیکل. در موترسیکل دو نیم ساعت، سه ساعت راه هست. دو نیم ساعت، سه ساعت. چقدر راحت آمده باشین که داخل کشتی ها؟ نالیه. هموطنان عزیز، بسیار مانده و خسته شدیم که به این ریگا بالا شدن کم مشکل هست، اما بان هم ما کوشش خدا میکنیم که به شما تصاویر خوبی داشته باشیم. ببینین اینجا بلدوزارای زیادی کار میکنه، ولی بلدوزارا دیگه فعالیت هایشان هم میبینین، اینی ریگا را به اون طرف میبرن. بالا شدن اینجا خیلی سخت است، چرا که دروازه های کنترل آب یا دروازه های هایدرولیک در آینده کدام مشکلی نداشته باشه. اگر دریای آمو آبش هم زیاد شوه، این ریگا و این تپه ها را شور داده نمیتونه. پس کمی این طرف میریم که کمی این طرف میریم، اینجا چه گپ است، چه جریان داره. هموطنان ما آفرینشان، صبحی وقت می آین، شب هم تا ساعتای نونیم کار میکنن. به این تایم کاری با این صداها خسته نمیشن، واقعا اینا دیگه قابل قدر هستن. هموطنان ما که بیشتر اینا را تقدیر و تحسین و تشکری میکنن، از سان جهان سپاس. دوستای عزیز، ای هم 75 متری بلندی نقطه صفری یا سربند کانال خوشتپه است. حالا هم ما میریم به اون طرف که اونجا آب کانال خوشتپه چه رقم است؟ آیا از دریای آمو آب به این طرف جریان پیدا کرده یا نه؟ ای را با شما شریک میسازیم و همچنان دروازه ها کارش به کجا رسیده، آب دریای آمو چه قسم است، این همه و همه را انشالله به شما به تصویر میکشیم. ببینیم دوستای عزیز به این شکل کار میکنن. آها،
ما باید از اینجا پایین شویم، اما بلندی از این خیلی بلند است. من نمیفهم که پایین شده میتونیم یا نمیشیم. میتونیم دیگه، اما که پیاده میریم باز او طرف، پس آیسا آیسا میریم پایین. ببینیم ما خواهی ساقزه ایواری لول نمیخورم، اما والا پایین شدن بسیار آسان است، بلند شدن خیلی سخت بود، پایین شدن خیلی آسان است. ایساق زای صاحب هم پایین میشه و ما هم حالا اون نقطه را که میبینین دوستا دروازه های هایدرولیک هست که ساخته میشه، ماشین های مختلف اونجا فعالیت های خود ادامه میده، انجینیر صاحب ها کارکنان همه و همیشان به شکل منظم کار میکنن. پایه هایی که برای دروازه هایدرولیک ساخته شده او هم برای کانکریت آمده شده با آبی که از اینجا به دریای از دریای آمو به طرف کانال خوشتپه در جریان هست او را هم به تصویر میکشیم. خب ایساق زای صاحبم قریب است که لون بخوره. دوستای عزیز اینجا است که ما از طبیعت زیبا، از خاک وطن خود لذت میبریم واقعا. یعنی گاهی وقت من ویدیوهایی که ساخته ایساق میگیره پسانتر من بعد از نشرش میبینم، فکر میکنم که یک آنها خوششانس و خوشحال و خوشبخت ما و ساخته ایساق بستیم که این وطن دیگه نقطه به نقطه ایش میگردیم، که واقعا او طرف ماشین ما مدره است که من باید زودتر حرکت بکنم. واقعا این ریگای بلندی که دوستای عزیز شما هم به تفریح بیاین بهتر از ریگ های دبی است بر ما و شما. این ریگ دبی با ما هیچ، ولی این برابر ارزش خون و جان ما هست. پس سفر ما ادامه داره، وقت کمی داریم، آیسته آیسته حرکت میکنیم. هموطنان عزیز سفر ما ادامه داره، بریم طرف دریای آمو و دروازه ها و همچنان جریان آبی که از دریای آمو به طرف کانال قشتپه هست. یا بسم الله. پس نیم ساعت واری پیاده را بریم که اونجا برسیم. هموطنان عزیز در ادامه سفر خود در نقطه صفری هستیم که حالا اینجا دیوارهای استنادی که پاییش اینجا عمقش 15 متر هست، بیشتر از 3000 پایه در این ساحه
عمومی بگویم که به دروازه های هایدرولیک و به دیوار های سنادی ساخته میشه. واقعا کارها اینجا به شکل جدی و منظم ادامه داره. خیر ببینیم که انجینر صاحبایی که اینجا کار میکنن، ولی پایه هایی که اینجا ساخته شده که به این شکل هستی که دیوارهای سنادی هم اینجا ساخته میشه. از همیشان جهان سپاس که اینجا کار میکنن در این ریگستان. هموطنان عزیز ببینین اینجا سربند کانال قشتیپه هست. خب ما دیگرایش کار نداریم، اینجا یک برادر ما هست. اجازه است اینجا صاحب؟ سلام علیکم. خیر است. شما خوب هستین؟ نام شما؟ مجیب رحمان شیرزای. مجیب رحمان شیرزای، از کجا هستین اصلا؟ از پکتیکا ولایت ورگون ولسوالی. اینجا چند ماه هست که کار میکنین؟ اینجا دلتا خمونگا داسیو بلا چه کم است یو کال کیگی لاس میشته کیگی چه من کار کو. خیر خوب است. وظیفه شما چی از اینجا؟ وظیفه خم انجینرم یم ورسره او بازار نه سامانم ز ورتر اړم او پروژه خپلم. خب د یک شرکت شخصی کار میکنه؟ بله. خیلی خوب است. چطور از کارا خوب پیش میره؟ الحمدلله بیخی شکر دهش بیخی پمازو که روانده کار ای ریگستان ای طرف تا اون امریک ای طرف تا اون امریک یک دشت خدا خسته خو نمیشی؟ نه دا خود وطن کار ده، وطن په کار کې چتمره خسته وي دغه مره خوان کوي. او د دې په هر ځای د چې موږ دلته کار کوو ډېر خوشاله يم پکې، ځکه چې د خپل وطن ته کار کوم دا به نظر ډېر خوشاله کېږي. خیلی خوب است که یعنی کارها و فعالیت ها به این حدی رسیده که پایه های استنادی در حال اینجا ساخته شدن هست که به زودی ان شاء الله دیوار های استنادی و دروازه هم ساخته میشه. ان شاء الله. خب پیام شما به هموطنان ما چی است که به زبان مادریتان پشتو آیه که هر آن چیزی که هموطنان ما در هر کنج دنیا که شما را میبینن پیامتان چی است؟ پیام خو می داده خپل هیدوال و تا چه هر زای که هر هیدوال چه ده خپل وطن تا کار که شه خزمتی و که شه کار ده ورته و که هر وقتی ورته و که ده تا ده نگوری چه دو گنته ده که دره گنته ده بس کار تا ده دره توجه ورکوی او غیر ده وطن نمو چه غیر خلق مثال موج افغانان چه بهار که دی یو غو ته مونږ دا پیغام دی چې موږ خپل وطن دی په هر ځای کې سپوت کې هر ځای کې د خپل هیواد بیرغ دی جګوي او خپل هیواد ته نارې د زنده باد چیغې وایي. زنده باد. تشکر از شما. دیره دیره مننه. بخیر باشید. بخیر باشید. ممنون. هموطنان عزیز هنوز هم در سربند هستیم که سیمتوی و قالب‌های پایه‌ها به این شکل ساخته میشه. به شما نشان میدیم که حتما مطمئن میشین که چقدر از موادهای قوی استفاده میکنن. ببینین این موادهای با 65 سانتی برش. ببینین یعنی 15 دانه سیخ میخوره 65 سانتی برش است، درازیش هم 15 متر. پایه هایی است که از این مواد استفاده میکنن. یعنی دوستای عزیز همه افغانای ما همه هموطنای ما به این شکلی کار بکنن، هیچ شمالی هیچ طوفانی هیچ موجی را شور داده نمیتونه. از این پایه ها بیشتر از 3000 دانه در اینجا نظر به گفته های انجینیر صاحبا جور میشه و هیچگاه این سربند کانال قشتیپه مشکلی ایجاد نمیکنه. ما افتخار میکنیم به انجینیر صاحبا و کسایی که اینجا زحمت میکشن کار میکنن. هموطنان ما کارگرایی که اینجا کار میکنن واقعا زحمت میکشن که هر نقطه دنیا که هموطنان ما میبینن واقعا ازشون تشکری میکنن. دی بین دشت و ریگ واقعا آنقدر امکانات بالایی هم نیست، با آن هم کار میکنن. اما خوب است که اینجا اقوام مختلفی آمده کار میکنن. ما چشم دید خدا بر شما میگم دوستای عزیز، این ماشینالاتی است که اینجا امو پایه ها را
که او طرف به شما نشان دادیم به او شکل کانکریت ریجی میکنن و پخته و بسته‌بندی میکنن. این از فعالیت ها در بند یا نقطه صفری یا سربند کانال قشتیپه. پس فعالیت های خود ادامه میتیم. اینجا هم اینجا بعضی هموطنان ما هستن که کار میکنن، اینا سیمتوی میکنن فکر میکنم. این ماشینی است که اینجا به این شکل کار میکنه تا که پایه ها را منظم بسازن. واقعا پایه های قوی قوی، سیخ گل های قوی قوی هستن که واو یکش دیگه چندین کیلو هست، به زور زورم رسید. خب دوستای عزیز، سفر ما ادامه داره به این شکل که شما فعالیت ها را میبینین. یعنی من خوش شدم واقعا، شما هم شاید خوش و خوشحال شده باشین. حالا هم میریم آبی که به طرف کانال قشتیپه در جریان هست او را هم میبینیم، بعدا طرف دریای آمو میریم، بعدا هم دروازه ها را یک نو وقت میشه که برنامه بعدی انشالله با شما شریک میسازیم.
میکنن عزیز، نقطه ای که من به شما وعده کرده بودم نزدیک شده رسیم که در نقطه صفری هستم. دست چپم حالا دریای آمو هست، دست راستم که کانال قشتیپه و آبی که به طرف کانال قشتیپه در جریان هست او را میبینیم. آیا واقعا مقدار آبی هم از دریای آمو به کانال قشتیپه جریان داره یا نداره، وصل شده یا نشده؟ او را یک دفعه میبینیم که اینجا چه گپ ها هست، چه چیزا صورت گرفته. چند پیش هم آمده بودیم مهمانان عزیز، اینجا واقعا ریگا پر شده بود که تیپا بود، اما واقعا ایره هموار ساختن، یک کار منظمی انجام دادن که ببینیم اینجا چه جریان داره. یخشم این سالق مین، سلام علیکم، خوب استین؟ صحتمند بخیر؟ سلام علیکم، یخشم این سالق مین، بخیر بامین، نیردن گلدنگز؟ اوغل آدنگز نمه بر معرفی دنگوزنگز؟ محمد نادر استیم. محمد نادر، از کجا آمدین؟ از قلعه زل بگویم، از قریه خشتپه. خشتپه، از قریه خشتپه، چند ساعت راه هست؟ در چی؟ در موترسیکل. ده موتورسیکل 2.5 ساعت 3 ساعت راه. 2.5 ساعت 3 ساعت چقدر راحت آمده باشین که داخل کشتی ها؟ بله. یک موتورسیکل دارن داخل چی؟ این بکسک ها چی است؟ زنبور، زنبور عسل. آها، زنبور عسل آوردن دوستای عزیز. یک چیز جالبی است که من باز نمی کنم، باز نمی کنم، اما از نزدیک نشان میتیم که بیاین شما همین طرف. این چی است؟ بوجیا. بادام است. آوردین؟ بله. خب در بازار کلدار سودا میکنین یا با کسی تحفه آوردین؟ نه، تیر شویم. خب شما از کلدار هستین اصلا؟ این زنبور از سال چند گرفتین از اونجا؟ 5000 خریده بودیم صندوقش. صندوقش یک صندوق 5000 یا یکی ارسیش؟ یک صندوق 5000 خریده بودیم، باز این کثرت میکنه دیگه، تخم که ما زیاد میشه. خب چند دانه داره این صندوقش زنبور عسل؟ زنبور عسل او تعدادش معلوم نیست دیگه، پر را باشه 70 تا زنبور میشه.
70,000 پره باشه. دوستای عزیز، اینجا اولسوالی کلدار هست که خیلی سرسبز هم هست و این صندوق پر از زنبور عسل هست که انشالله ایره خانه میبرن باز میکنن. اینجا سرسبز هست، گلها زیاد است و میتونن صدایش میاد، باز نکو که باز همین مرا. این هم بادام است که از اولسوالی قلعه‌زال آوردن که در چند ساعت رسید این طرف؟ شمال بود که دیر شد وقت من. خب چند ساعت وقت گرفت؟ ساعت های 8:30 مجه حرکت کرده بودن که حالا به نقطه صفری کانال خوشتپه یا نزدیک اولسوالی کلدار رسیدن. پس دوستای عزیز، خیلی خوب است که ما هم کانال خوشتپه اگر فعالیت خدا آغاز بکنه آب جریان پیدا بکنه، از کشتی ها میگیریم میریم از اون طرف تا اندخویه انشالله، با امید از اینکه به زودی آب جریان پیدا بکنه. این رفته رو آن هست، این رو دیگه جای بسته نمیکنین؟ خوب است، من یک نماز بخونم، این همکار موره گرفته میشینه. بیا هموطنان عزیز و نقطه صفری کانال قشپه هستیم و بالاخره اینجا هم حالا هم آفتابم غروب کرده است، ما هم بسیار ناوقت کردیم امروز، بالاخره به این طرف رسیدیم که از صبح که وقت حرکت کردیم تا حال آمدم دیگه 5:30-6 ساعت راه است، ولی اما در راه هم کم بیش صحبت های خود داشتیم، بالاخره رسیدیم اینجا هم صحبت های خیلی زیادی داشتیم. در ادامه سفر به شما دوستای عزیز آن چی که در نقطه صفری یا سربند در زریان بود و تصویر کشیدیم که به توان خود و نظر به امکانات خود که مسئولین ساحه چیزی که به ما اجازه داده بودن. دوستای عزیز، اینی آبی است که به طرف کانال قشتپه چند پیش جریان پیدا کرده و حالا هم او طرفش بند کردن، چرا که اونجا یک نقطه را کار کرده رویستن که به شما نشان داده بودم، دیوارهای استرادی را می سازن، پایه هایش 15 متر عمقش است که به خاطر امو هم آب اینجا بند کردن. این هم آب دریای آمو هست، همیشه گفتم که مستقیم میآید طرف کانال قشتپه، این طرف دور نمیخوره که طرف شورتپه و کلدار که اونجا هم بند کلانی هست. بالاخره دوستای عزیز، با امید از اینکه از سفر خود از پل حرکت کردیم به این طرف تا که به اینجا رسیدیم، تا به این نقطه رسیدیم، ما صحبت های خود داشتیم، تصاویر جالبتری کوشش کردیم که به شما در برنامه خود شریک بسازیم. کم کاسی ها و بعضی مشکلات ما هسته، اما دوستای عزیز به جای ما باشه، به این وضعیت، به این شرایط، به این امکانات، به این آب و هوا و به این وقت کمی همه خبرنامه میتونستن بسازن، ولی ما کوشش خدا میکنیم که اگرچه دوستای ما انتقاد کردن، اما ما انتقاد پذیریم، انشالله بعضی نکات مثبتش در نظر میگیریم، در آینده انشالله بیشتر به اون مورد توجه میکنیم. بسیار زیاد تشکر از دوستای عزیزی که کامنت های تشویقی نوشتن و یک خواهر ما که مقدار پولی را از روش سابسکرپشن با ما توفه روان کردن، احسان جهان سپاس که مقدار پولی هم دوستای عزیز شاید گفته شود که $50 روان کردن. بسیار زیاد تشکر احسان از تشویقایشان، ما از تشویقایی که در کامنت نوشتن انرژی میگیریم و بهترین برنامه را در آینده انشالله کوشش میکنیم که از در هر نقطه وطن خود بسازیم. ما خوش هستیم که شما
حامی ما هستین و شما تشویقگر ما هستین که تشویق میکنین، اما کمکاسی خود انشالله با مرور زمان اصلاح میکنیم. بسیار زیاد تشکر تا حال بیننده برنامه سفر من بودین. تا برنامه بعد خدا نگهدارتان، اما لینک ویدیو را در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین و در گروپ ها که هستین، در واتساپ گروپ، در اینستاگرام، هر جایی که باشین، در تلگرام لینکش را شیر بسازین و دوستای عزیز ما که برنامه را ببینن خوش شون. هر همتان ما تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.